پنجشنبه گذشته آغاز دیماه بود. در ساعت 16 و 27 دقیقه و 57 ثانیه به وقت جهانی در نیمکره شمالی زمستان سال 2017 آغازید. در گاه شمار اروپایی این رویداد امسال به 21 دسامبر افتاد. گاهی به 22 دسامبر می افتد و بسیار کمتر به 23 یا 19 دسامبر. در سده کنونی یعنی 21 پنج بار در 19 دسامبر خواهد بود. ایرانیان از دیرباز این رویداد اختری را که شب چله و شب یلدا نام دارد و زادروز میترا یا مهر خدای خورشید و دوستی می دانستند جشن گرفتند. از این رو آن را شب چله نامیدند که ایرانیان 40 روز نخست فصل زمستان را چله زمستان یا چله بزرگ می گفتند و این شب نخستین شب این چله می شود. چله کوچک پس از چله بزرگ بود و تنها 20 روز طول می کشید. در برنامه امروز می خواهم درباره رابطه یلدا با میترا یا مهر خدای ایرانی خورشید سخن بگویم. فصل ها زایده این واقعیتند که صفحه مسیر ظاهری سالانه خورشید بر استوای آسمانی که همان استوای زمین باشد منطبق نیست، با آن زاویه‌ای کمی کمتر از 23.5 درجه می سازد. بنابراین خورشید در حرکت ظاهری سالانش دو بار استوای آسمانی را قطع می کند. این دو نقطه را هموگان بهاری و هموگان پاییزی می نامیم. در آن لحظه ها شب و روز در سراسر جهان طول مساوی دارند. نوروز و مهرگان ایرانی جشن و شادی از این دو رویداد زاستاری طبیعی هستند. پس از هموگان پاییزی یا مهرگان، خورشید با گذر از استوا به سوی جنوب می رود. در نتیجه در نیمکره شمالی خورشید هر روز کمتر از روز پیش در آسمان بالا می آید. روزها کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می شوند تا هنگامی که فاصله زاویه خورشید از استوا به بیشترین اندازه خود در جنوب برسد که گفتم در حدود 23.5 درجه است. با رسیدن خورشید به این نقطه در نیمکره شمالی شب درازترین طول خود را در سال خواهد داشت و این آغاز زمستان است. از آن پس خورشید به سوی استوا باز می‌گردد و روزها بلندتر می‌شوند. حرکت ظاهری خورشید چند روز پیش از رسیدن به نقطه آغاز زمستان و چند روز پس از گذشتن از آن نقطه آهسته می‌شود، چنان که گویی خورشید از حرکت باز می‌ایستد. به همین سبب است که در یونانی به این نقطه هلیوستاسیو گفتند، از هلیوس خورشید و استاسیو ایستادن. هلیوس با خورشید و هور فارسی همریشه است و استاسیو با ایستادن فارسی. این واژه را در لاتین سولستیتیوم برگرداندند، از سول هممعنا و همریشه با خورشید فارسی و سیستر هممعنا و همریشه با ایستادن فارسی. سولستیتیوم بعدها به دیسه سولستیس به زبان فرانسه وارد شد و از آنجا به انگلیسی رفت. موقعی که مسلمانان اخترشناسی را از یونانیان آموختند، این ترم را انقلاب ترجمه کردند. برابر فارسیان خوریستان است، از خور خورشید و ایستان از ایست و آن که در اینجا پسوند زمان است، مانند بهاران، بامدادان و دیگرها. واژه خوریستان را نخستین بار زنده یاد استاد محمد مقدم در حدود 60 سال پیش به کار برد که هم فارسی است و هم از واژه انقلاب گویاتر. چنان که گفتم خوریستان زمستانی نماد زادمان یا تولد میترا یا مهر خدای خورشید است، چون پس از آن خورشید هر روز در آسمان بالاتر می رود و روزها دراستر می شود. میترا یا مهر تا پیش از برآمدن زرتشت بزرگترین خدای ایرانیان بود. زرتشت او را به یکی از ایزدان اهورامزدا فروکاست. با این حال مهرپرستی در ایران از میان نرفت
ولی امروز با آن نمی پردازم. می خواهم درباره مهرپرستی که به اروپا رفت سخن بگویم. در زمان شاهنشاهی هخامنشی، آسیای کوچک، ترکیه کنونی بخشی از ایران بود. بسیاری ایرانیان در آنجا، به ویژه در استانهای کاپادوکیا، گالاتیا و فریگیا میزیستند. چنان که از بسیاری مدرک‌ها برمی آید، مانند نوشته‌های یونانی، سنگ گورها و سکه‌های بازمانده، در آنجا حتی انیرانیان، غیر ایرانیان، نام ایرانی بر خود می‌گذاشتند. به ویژه نام مهرداد، میترادتس و دیگر نام‌های جدا شده از میترا. گاه شمار کاپادوکیایی که تا صده پنجم پیش از میلاد به کار می‌رفت، از روی گاه شمار زرتشتی درست شده بود. بنابر نوشته‌های عارف سوریانی بردسانس که در صده‌های دوم و سوم میلادی میزیست، در زمان او، یعنی بیش از 500 سال پس از حمله اسکندر، هنوز بسیاری ایرانی در مصر، گالاتیا، کاپادوکیا و فریگیا میزیستند. در زمان اشکانیان و جنگ‌های میان ایرانیان و رومیان، سربازان رومی گاهی ماه‌ها یا حتی سال‌ها با ایرانیان در تماس می‌ماندند، به ویژه در ارمنستان. آنان با آیین میترا آشنا شدند و چون میترا افسون بر خدایی خورشید، خدای جنگاوران و پیمان و دوستی بود، بسیاری سربازان رومی به مهرپرستی گرویدند. نخستین پرستشگاه مهر را سربازان رومی پس از بازگشت از جبهه ها در حدود سال 68 پیش از میلاد در شهر روم برپا کردند. جامعه رومی برخلاف جامعه ایرانی بر بردهداری استوار بود. از آنجا که مهرپرستی بر فضیلت‌هایی چون آزادگی، برادری، راستی، افتخار، شهامت و نظم تأکید می‌کرد، بسیاری بردگان و انسان‌های آزادمنش به آن گرویدند. پرستش میترا در سراسر امپراتوری روم گسترد. برای او پرستشگاه‌ها ساختند. از باختر تا خاور، از اسپانیا تا دریای سیاه، از شمال تا جنوب، از اسکاتلند تا صحرای افریقا. اثرهای این پرستشگاه‌ها در بسیاری کشورها باز ماندند. در انگلستان، ایتالیا، رومانی، آلمان، اتریش، بلغارستان، ترکیه، ارمنستان، سوریه، اسرائیل، سوئیس و فرانسه. در این تصویر یکی از تندیس‌های فراوان میترا را می‌بینید. میترا بر پشت گاو آغازین زانو زده، خنجری در دست دارد، سر گاو را با دست دیگر به پس کشیده. رخت و شلوار و کلاهی که بر تن دارد ایرانی‌اند. کلاه او بعدها نماد انقلاب بزرگ فرانسه در صده 18 شد. در گذشته در این باره گفتاری داشتم. در خود پایتخت شهر روم بسیاری پرستشگاه‌های میترا پراکنده بودند، ولی بعدها به دست مسیحیان ویران شدند. رومیان میترا را دئوس سول اینوکتیکوس، خدای شکست ناپذیر خورشید مینامیدند. امپراتور کومودوس در صده دوم میلادی به مهرپرستی گروید. در زمان آورلیانوس مهرپرستی دین رسمی امپراتوری شد. او در سال 274 پس از میلاد روز 25 دسامبر را که رومیان خوریستان زمستانی می‌دانستند، زاد روز میترا اعلام کرد. چنان که در آغاز گفتم، گاهداد یا تاریخ درست خوریستان زمستانی بیشتر 21 یا 22 دسامبر است. 25 دسامبر از اینجا می آید که رومیان در تعیین زمان فصلها اشتباه کرده بودند. داستان از این قرار است که 320 سال پیشتر یولیوس سزار در سال 46 پیش از میلاد بر پایه گاه شمار تازه‌ای را به اخترشناس سوسیگنس واگذار کرد، ولی او در محاسبه آغاز فصلها دچار اشتباه شد و خوریستان زمستانی را 25 دسامبر گرفت. 38 سال پس از آورلیانوس، امپراتور کنستانتینوس در سال 312 به مسیحیت گروید و مهرپرستی جایگاه خود را از دست داد. با اینکه بعد امپراتور یولیانوس کوشید مهرپرستی را بازگرداند، با کشته شدن او این کار ممکن نشد. یولیانوس
که جوانی شاعر و فیلسوف بود از مهرپرستی پیروی میکرد. از بازی روزگار، او در سال 363 میلادی در جنگ با ایرانیان در زمان شاپور دوم ساسانی کشته شد. گرچه مهرپرستی جایگاه بلند خود را از دست داد، مسیحیت بسیاری از آیین‌های مهرپرستی را در خود گرفت که مهمترین آنها جشن زادروز میتراست. پس از گرویدن کنستانتینوس به مسیحیت، واتیکان در زمان پاپ یولیوس یکم به سال 340 میلادی 25 دسامبر را زادروز عیسی مسیح اعلام کرد. این کار کاملا تاکتیکی و سیاسی بود. از آنجا که مردم این رسم کهن را رها نمی‌کردند، کلیسا ناچار به پذیرفتن آن شد، ولی در ضمن با این سیاست مهمترین آیین مهرپرستی را از محتوایش تهی می‌کرد. باید دانست که نخستین مسیحیان نوئل یا کریسمس را جشن نمی‌گرفتند، چون نمی‌دانستند عیسی مسیح کی زاده شده است. هنوز هم کسی نمی‌داند. دو انجیلی که درباره زادمان مسیح سخن میگویند درباره زمان آن سکوت میکنند. بنابر انجیل لوقا، هنگام زادمان مسیح گوسفندان در صحرا بودند و شبانان از آنها نگاهبانی میکردند، ولی این با ماه دسامبر سازگار نیست، چون دسامبر در فلسطین سرد و بارانی است و شبانان گوسفندان خود را بیرون نگاه نمیدارند. مهرپرستی دارای عنصرهایی بود که از آیین‌های بسیار کهن صدها ساله یا شاید هزاران ساله فرهنگ هندو اروپایی ریشه می‌گرفتند. حالان که دین مسیح که از فلسطین می‌آمد از این گونه ویژگی‌ها تهی بود. در نتیجه رومیانی که مهرپرستی را رها کردند و به مسیحیت گرویدند، باز هم مدت‌ها به مهرپرستی وابسته بودند. به همین سبب است که بسیاری از آیین‌های مهرپرستی در مسیحیت باقی ماندند. برای نمونه در آیین میترا روز یک شنبه مقدس بود، آن را روز خورشید می‌دانستند. واژه‌های ساندی در انگلیسی و زونتگ در آلمانی یادگار آن زمانند. در فرانسه دیمانش از لاتین دیس دیمینیکوس روز خدا می‌آید. همچنین پیروان میترا در مراسم دینی موسیقی می‌نواختند و سرود می‌خواندند. نان و شراب را تبرک می‌کردند. مسیحیان این آیین‌ها را از مهرپرستی گرفتند. مسیحیان به کشیشان و روحانیان پدر می‌گویند. این را هم از مهرپرستان گرفتند، با اینکه عیسی مسیح آن را ممنوع کرده است. بنابر انجیل متا باب 23 بند 9، هیچ کس را بر زمین پدر مگویید، زان رو که پدر شما یکی است، آن که در آسمان است. و شگفت انگیز نیست که به کلاه اسقف ها در لاتین و یونانی میترا گفته می شود و کلاه پاپ تیار نام دارد که واژه است ایرانی. آیین های مهرپرستی و مسیحیت تا سده چهارم در همزیستی به سر می بردن، ولی وقتی که مسیحیت به قدرت رسید و دین رسمی امپراتوری روم شد، دیگر همزیستی و رواداری را کنار نهاد و به آزار مهرپرستان پرداخت. کلیسا حتی مهرپرستان را متهم کرد که آیین‌های مسیحی را قلب می‌کنند و شیطان پرستند. وقت ما به پایان رسید. در یک جمله، نوئل یا کریسمس همان جشن خوریستان زمستانی یا زادمان میتراست که ایرانیان با نام شب چله یا یلدا جشن می‌گیرند. جشنی است که ریشه در فرهنگ ایرانی دارد. کریسمس یا نوئل یا نویداد یا وینختن سال 2017 را به همه کسانی که آن را در هر جای جهان جشن می‌گیرند شادباش می‌گویند.